من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو. ور از این بیخبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت آمدم، نعره مزن، جامه مدر هیچ مگو. گفتم ای عشق، من از چیز دیگر میترسم. گفت آن چیز دیگر نیست دیگر هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی، جز که به سر هیچ مگو. قمری، جان صفتی در ره دل پیدا شد. در ره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو. کار ادبی من از دهه چهل شروع شده، از آغاز دهه چهل، و در حدود 60 سال از فعالیت ادبی من در عرصه فرهنگ ایران میگذره. در واقع اولین کتابی که من چاپ کردم در 25 سالگی بوده، 1344، و شعر بوده به نام فصلی برای تو. و تازه ترین کتابی که دارم می نویسم باز هم شعر هست به نام افق انفجار. و بین این دو تا کتاب شعر در حدود 30 کتاب شعر از من منتشر شده و 10-15 تایی هم در مسیر انتشار قرار داره. شعر برای من مسئله بسیار مهمی بوده به چند دلیل. یکی این که شعر هنر ملی ماست، بخشی از بزرگترین شاعران جهان در ایران بودند. دوم این که این میراث ملی در واقع ما رو به اهمیت این رسانه وادار میکنه، به این معنا که مردم با شعر یک الفت زیستی دارن و شعر تو زندگیشون جریان داره. شاید جز معدود کشورهایی باشیم که مزار شاعران زیارتگاه عمومی مردمه و در واقع به نوعی رسالت برای شعرا مردم اعتقاد دارن. بنابراین پرداختن به شعر بزرگترین فخری است که هر ایرانی میتواند داشته باشه. و در واقع معتقدم که شعر دشوارترین هنر هست بین هنرهای چندگانه، برای اینکه از نشانه های انتزاعی شما باید یک جهانی بیافرینید و این خیلی دشواره، چیزی شبیه موسیقی. بنابراین همیشه من به شعر به عنوان یکی از دشوارترین هنرهای جهانی فکر کردم و معتقدم که عنوان شاعر عنوانی است که هر کسی نمیتوانه ادعا کنه و در واقع بهتره که ما خودمون رو منتسب بکنیم به شعر در جهانی که مولوی و حافظ و سعدی و نظامی هستن. عنوان شعر آدم به خودش، شاعر به خودش بده، یک کمی در واقع ناشی از خودبینیه. و همواره من گفتم که اونقدر شعر برای من مهم هست که من در واقع خوشحالم که سهیم بودم توی یک جریان ادبی مهمی توی میراث کشورم. نوشته هایی که من داشتم به جز شعر رمان بوده، داستان کوتاه بوده، نمایشنامه بوده و فیلمنامه. اینها جز کارهای آفرینشی منه. در واقع من کارام دو قسمت هست. یک کاری هست که ابداعی و آفرینشی هست که کارهای ادبی است که انجام دارم من.
و یه سری کارهای پژوهشی داشتم که در واقع تحقیق کردم و علت پرداختنم به کار پژوهشی این بوده که بعضی از اینا ضروری بوده که من بهش بپردازم. مثلا شناخت‌نامه‌های شاملو یا ساعدی، من دیدم که سالها از زندگی اینا میگذره و هیچ کس به این به کار اینا نگاه نکرده و خودم ملزم دانستم که راجب ساعدی بنویسم. یا در سالهای آخر عمر شاملو فکر کردم که به بعضی از کارهای شاملو اونطور که باید توجه نشده، مثلا شاعریش، ترجمهش یا نوشتهاش اهمیت داشته، ولی مثلا ژورنالیسم شاملو دقیق نیست برای مردم که اصلا این تو زمینه مطبوعات چی کار کرده و کارهایی از این دست. بنابراین شناخت‌نامه‌ها روی یک ضرورت اجتماعی پدید آمد. بعضی از کارهام به دلیل این که ناگزیر من رمانام چاپ نمی‌شد و جلوی شعرام گرفته می‌شد، من به کارهای پژوهشی رو آوردم، مثل تاریخ طنز ادبی ایران یا که به طور کلی راجع به شوخی‌هایی است که در طول تاریخ ایرانی‌ها ساختن و اینکه چرا این شوخی‌ها رو ساختن، زمینه اجتماعی چی بوده و هدف از این کار چی بوده، در دوره‌های مختلف بررسی کردم. و یا کتاب 90 سال نوآوری در هنر تجسم ایران که فکر کردم ما تاریخ مدونی از هنر تجسمی نداریم و مقالات بسیار خوب و تحقیق‌های موضعی راجع به هنر ایران شده، ولی اینکه در یک کتاب از آغاز تا یه دوره‌ای به طور مرتب این سیر تدریجی هنر مطرح بشه، چنین کتابی موجود نبود. من فکر کردم که اینو بنویسم. البته اینها در واقع به سفارش یه نشری انجام گرفت و در دورانی که خانه‌نشینی و اسرت دست پای ما رو بسته بود، طبیعتاً می‌توانست این سفارش فرهنگی یک گشایشی باشه که آدم بتواند به زندگی روزانش برسه و کارهای اصلیش انجام بده. برای من همیشه کارهای آفرینشی اولویت دارن، مثل شعر، رمان، و اینکه با اونا هویت خودم آشکار میکنم و دنیای درونی خودم به دیگری منتقل میکنم. ولی کارهای پژوهشی بیشتر یک وظیفه فرهنگی است که انسان با دادن آگاهی و تحلیل نسبت به یک موضوعی ذهن مخاطب خودش که علاقه من به این قضیه است روشن میکنه. رسم هست و سنت ادبی هست که در ایران کسانی که فقط کار ادبی میکنن گاهی ناگزیر میشن که به تفسیر و تعبیر کارهای خود و معاصرین بپردازن. مثلا این کار نیما کرده، شاملو کرده، اخوان کرده، براهنی کرده، آتشی کرده، سپانلو کرده، من هم همین کار کردم. که مثلا ما در این حال که شعرهای خودمون منتشر میکردیم، داستانهای خودمون منتشر میکردیم، رمانها، راجب رمان نویسی و شعر گفتن در سطح کشور و تو جنبش نوآوری راجب اونام صحبت میکردیم. برای اینکه اگر ما صحبت نمیکردیم کسانی نبودن که این وظیفه رو به عهده بگیرن. حالا در جوامع غربی اونقدر کوشندگان ادبی زیاد هستن که بخشی از این کارا تقسیم بندی میشه و به عهده منتقدینه، ولی اینجا هم شاعر بعد هم شعر به شعر بگه، هم منتقد کارش باشه، هم مفسر کارش باشه، هم مبلغ کار خودش باشه، و یه چیز خیلی عجیب غریبی است که به دلیل کمبود آدم‌های فعال در عرصه فرهنگی این وظیفه به عهده افراد بیفته. مثلا شاملو وقتی که مجلات ادبی در می آورد، یه مقدار شعرهای کلاسیک تو چاپ می‌کرد، یه مقدار شعرهای نیما رو چاپ می‌کرد که قبل از اون بود، یه مقدار شعرهای خودش و معاصرین چاپ می‌کرد، یه مقدار شعر جوانان رو چاپ می‌کرد. یعنی در واقع یک بسته‌بندی از یک ادبیات در حال تحول رو به دست می‌داد. خب اینا در جاهای دیگه فقط به دوش هنرمند، به دوش شاعر یا نویسنده هموار نمیشه، بلکه دیگران این وظیفه رو به عهده میگیرن و هنرمند سعی میکنه که کار خودش رو به طور تخصصی انجام بده. ولی در ایران این رسم بوده، حالا به هر دلیل، که ما در کنار کارهای آفرینشی ناگزیر به کارهای پژوهشی رو آوردیم و
نقد آثار خودمان و دیگران هم خودمان عهده‌دار شدیم و این هم از بدعت‌های عجیب غریبی که تو فرهنگ معاصر ایران هست. تا قبل از 57 من 10 تا کتاب چاپ کردم. اون موقع من تو روزنامه اطلاعات بودم به سال 47 تا 58 و در زمینی که به کار نوشتاری در روزنامه مشغول بودم تو بخش ادبی، در این حال 3 تا مجموعه شعر چاپ کردم، 3-4 تا مجموعه طنز چاپ کردم و داستان چاپ کردم و این کارهای 10 تا کار در واقع تا سال 57 از من منتشر شده بود و این به من کمک کرد که وقتی دوران انقلاب شد و ما خانه نشین شدیم و در واقع صلاحیت اجتماعی خودمون از دست دادیم، به کار ادبیات به صورت حرفه‌ای بپردازیم. این صلاحیت اجتماعی که میگم از این نظر است که یه تصویب‌نامه‌ای در شورای انقلاب گذاشته بود که سناتورها و نظامی‌ها و خائنان و آدمکش‌ها و اینا صلاحیت اجتماعی دارن، ضمناً روزنامه نگاران هم صلاحیت اجتماعی دارن، ما جزء این جماعت جا زده بودن و حالا در حالی که روزنامه نگاران اون دوره همه جزء کسانی بودن که به این انقلاب کمک کرده بودن و جزء انقلابیون دو آتش هم بودن و پیشرو هم بودن، اما مشمول این لطف قانونگذاران شدن و این بود که بعدها وقتی که من سعی کردم بر اساس تخصصی که داشتم یه شغلی پیدا کنم، هیچ شغلی نتوانستن، یعنی به من ندادن و جلوش گرفتن، مانع شدن. مثلا من حقوق خوانده بودم و لیسانس قضایی بودم، می‌دونستم وکیل بشم، گفتن شما صلاحیت اجتماعی ندارید. و من اقتصاد خواندم، دکترا اقتصاد داشتم، می‌توانستم مشاور اقتصادی بشم. روزنامه‌نگار به هر حال مشهور بودم اون موقع و می‌توانستم تدریس کنم روزنامه‌نگاری. ادبیات خوانده بودم، کتاب داشتم و می‌توانستم یه جایی راجع به ادبیات صحبت کنم. در تمام این زمین‌ها که من مراجعه کردم به جاهایی که واسطه شغلی پیدا می‌کردم، یک چیزی، یک مانع بزرگ وجود داشت به نام نداشتن صلاحیت اجتماعی. و خب البته خب این لطفی بود که در حق ما شد. بعد من قبلا توی گفتگوی قبلی گفتم که من خوشحالم که عملاً این به سود ما تمام شد که با نشستیم تو خانه و یک کمی کمربندها رو تنگ‌تر بستیم و نشستیم 40 سال به طور حرفه‌ای و مداوم کار کردیم و حاصل این دوره 70 اثر هست که از من منتشر شده. حالا البته کسی که این تعداد میشنوه فکر می‌کنم خوش باش 70 تا کتاب توسط منتشر کن، تمام اینا با خون دل منتشر شده. یعنی چه بگو مگوهایی که ما با بعضی از ناشران داشتیم و سرنوشت ادبیات دست ناشرانی بودن که واقعا به کار ادبیات اهمیتی نمیدادن و هر روزی به بازار توجه می‌کردن و انعکاس بازار رو برای ما معیار قرار میدادن. حالا بجز اینا البته خوب یادم بودن که واقعا مشوق بودن و مروج بودن، اما یک اکثریتی بودن که در واقع به عنوان کسب و کار بهش نگاه میکنن، نه به عنوان یک رسانه فرهنگی ترویج کننده. ولی بدتر از همه مسئله سانسور بود که مثلا اولین شعرهایی که بعد از سال 57 گفتم یه مجموعه شعری بود به نام بر بام بم که من رفته بودم با بم رو دیده بودم و فکر کردم که این بنا در عین حالی که ساخته شده دائما در خطر فروریزی است، مثل یک مملکتی که وجود داره و هر آن ممکن زوال پیدا کنه، مثل یک انسانی که رو به پیری میره. در واقع من بم رو یک تمثیلی گرفتم از چیزهایی که وجود دارن و رو به انهدام هستن. خب این کتاب من فرستادم برای اجازه، گفتن که نه این کتاب اجازه نداره، شما هم صلاحیت اجتماعی ندارید. حاصل کار این شد که من 25 سال، یعنی ربع قرن
اصلا کتاب شعر چاپ نکردم، یعنی هر روز شعر میگفتم ولی این شعرها میشدم رو کشوی میز و چاپ نمیکردم. بنابراین اینطور هم نیست که این کتاب ها به آسانی و به راحتی چاپ شده. با عصبانیت و با کدورت و با دلخوری های فراوان از ممیزی و از رفتار ناشران و از نبودن امکانات نشر و اینا همراه بوده. اما من به یک نظریه رسیدم که فکر کنم ما دوره قبل از گوتنبرگ هستیم و چاپ هنوز اختراع نشده. ما داریم یه حرفی میزنیم، یه حرفی داریم و این حرف رو با مردم میخوام در میان بذاریم. به بحث که این حرف انجام بشه، حالا اینکه کی منتشر میشه اصلا مهم نیست. بنابراین هیچگاه من منتظر نماندم که این همه موانع انتشار از جلوی ما برطرف بشه، بلکه دائما به تولید اثر ادبی فکر کردم و با یک نظم دقیقی به این کار پرداختم. از همون اول اوایل دهه 60 در خانه نشستم و میرفتم زیر زمین، یه زیر زمین اینجا داریم توی کوی، من میرفتم اون زیر زمین و یه چراغ بود و یه میز بود و یه مقدار کاغذ و نشستم اولین رمان خودم رو نوشتم به نام برج‌های خاموشی و فکر کردم که این اولین رمان و آخرین رمان من خواهد بود، اونقدر من زنده نخواهم بود به دلیل شرایط سیاسی اون دوره که به پایان برسنم و در واقع در حضور مرگ این رمان نوشته شده و این رمان به دو تا مسئله مهم اشاره میکنه. یکی مسئله خاصیت کویری ایرانه، چون ایران به حال دو سومش کوه و کویره و یه سومش قابل سکناست. یکی هم به نبرد بین افکار عمومی و قدرت حاکم که اونم یه ماجرای بسیار مهمیه. و راجع به دنیای کویری یه توضیح کوچیک بدم که در واقع یک سلسله کویر هست که از مغولستان شروع میشه، میاد از ایران و عربستان یا رد میشه، میره تا مصر و این کویر پهناور که روی چهره جهان مثل یک سالکی خودنمایی میکنه یه خاصیت عجیب فرهنگی داره. تمام ادیان توی این کویر متولد شدن، یهودیت، مسیحیت، اسلام، زرتشتیگری، همه اینا تو این کویر متولد شدن. این مردم عاشق آبن و تشنه آبن و بی نصیب از تراوت و سبزینگی و اینا که حالا نتایجش هم حتی تو اخبار این روزا ما میبینیم که خشکسالی و بیابی چه خطراتی برای جامعه پدید میاره، ولی همیشه این مشکل وجود داشته و هنر ایرانی های این بوده که از غذا در همین کویر زیباترین باغ های جهان به وجود بیارن، مثل باغ فین، باغ شازده، باغ ماهان. این نشان دهنده یک نوع نبوغ و زیباشناسی بزرگ است که یک ملتی با کمترین امکانات زیباترین تولید طبیعی رو پدید میاره. که بعد مسئله دیگه‌ای که تو این رمان مطرح شد، مسئله تقابل قدرت حکومتی و افکار عمومی که مردم باشند بود. و قبل از انقلاب به طور کلی ما راجع به قدرت مطالب زیادی نداشتیم. چند تا کتاب چاپ شده بود و ترجمه شده بود مثل از راسل و دیگران اینا، ولی زیاد بهش یا آرانی تو اینا، ولی زیاد راجبش بحث نشده بود. راجب آزادی صحبت شده بود، راجب عدالت صحبت شده بود، راجب استقلال صحبت شده بود، ولی راجب قدرت خیلی کم صحبت شده بود. من فکر کردم که یه قدرت مذهبی اومده یه انقلاب کرده، کشوری گرفته. این قدرت، قدرت معنوی، چون دین بخشی از فرهنگه و یه فرهنگ در واقع آمده یک کشور دگرگون کرده، زیر رو کرده، پس این قدرت معنوی قابل بررسیه. یا قدرت، بعد انواع قدرت ها وجود داره و یکی از مشغله های اصلی من پرداختن به قدرت بود، برای قدرت سیاسی که قدرت حاکمیت از موافقان و مخالفینش،
قدرت اقتصادی و اجتماعی هست که سرمایه داری و قدرت عظیم کارتل ها و تراست ها و اینا در جهان و سرمایه داری فراملی که داستان مفصلی داره. قدرت معنوی هست مثل دین و آیین، یا قدرت هایی هست که ماورایی هست مثل عشق، مثل مرگ که فضاهای علمی تخیلی بهش مربوط میشه. به هر حال پرداختن به انواع قدرت ها برای من مسئله شد و در واقع من تو زمینه رمان نویسی که از سال 60 شروع کردم به مکانیسم این قدرت ها پرداختم و قدرت در زمینه های مختلف جستجو کردم. مثلا قدرت سیاسی تو چند تا از کتابام مطرح کردم، مثل شهروندان، مثل همین برج های خاموشی، مثل شب ملخ که راجع به جنگ هست. قدرت رؤیا و آرزو رو مطرح کردم تو باغ گمشده که یک نسلی هست که یک چیزی رو گم کرده، برای یکی وطنه، برای یکی عشق، برای یکی خانوادهشه، برای یکی سرمایه از دست رفته است، برای یکی چیزهاییست که بهش نرسیده. بنابراین اینم خوش موضوع اون رمان شد. من رمان به این دلیل انتخاب کردم و 12 رمان در طول این سالها نوشتم که آخرش هم 2 پیش ایالات نیست در جهان بود، که این رمان در تعریف جهانیش اصلا منادی شهرنشینی رمان، و در اگر شما بخواید به جامعه شهری امروزی بپردازید بیشتر در رمان جا داره که مسائل توش باز بشه و چند صدایی و فضاهای مدرن و فضاهای مهم توش اتفاق بیفته. طبیعتاً در شعر چنین ظرفیتی نداره که مثل رمان بتوانه صداهای مختلف جامعه انعکاس بده، وقایع و رویاهای یک ملتی ره یا یک نسلی ره انعکاس بده، و رمان برای این قضیه بیشتر آمادگی داره. و بعد از انقلاب هم مسائل فکری در جامعه بسیار مهم شده بود، همه به این فکر می‌رسن که تاریخ چیه، ما کی بودیم، چه کار باید بکنیم، چه آیا این وضعی که پیش اومد آیا حق ما بود، نبود، آیا ما برای این کار آماده بودیم، برای این دوران آماده بودیم، یا اینکه این کار تحمیل شد. به هر حال این فکرها وجود داشت و اینها ناگزیر بعد توی رمان مطرح می‌شد و از حد داستان کوتاه و شعر فراتر می‌رفت. من فکر کردم که این کار رو انجام میدم. در کنار رمان ها که می نوشتم نمایشنامه هم نوشتم، برای که نمایش برای من خیلی مهمه، چون یکی از چیزای ویژگی های عصر ما نمایش هستند به طور کلی. یعنی ذهن از کتاب و کلمات به طرف نمایش رفته و در واقع جهان ما جهان نمایشه. آدم ها از طریق موبایل و اینترنت و اینا دائما از این طریق جهانی کشف می‌کرد، در حالی که نسل ما از طریق کتاب کشف می‌کرد. تلویزیون هست، سینما هست، تئاتر هست. فکر کردم که در چه خوبه که پاره ای از فکرهایی که من دارم از طریق نمایشنامه مطرح کنم. به این دلیل چند تا نمایشنامه نوشتم که یکیش مثلا اسمش بود شبح صدوم، که در واقع یک قدرتی که دیگران حذف میکنه برای اینکه خودش بیاد بالا، تا جایی که تنها میمانه و در تنهایی خودش میپوسه. این یه نمایشنامه بود. فکر کردم که خب این یه حرفی است که باید گفته بشه. این اجازه نگرفت. بعد یه نمایشنامه دیگه چاپ کردم، زندگی نامه شهاب‌الدین سهروردی بود و اینکه چگونه یک روشنفکر میتواند با مردم تماس داشته باشه. در تاریخ ما روشنفکران به طرف دربار و قدرت رسمی رفتن از طریق اون بتوانن افکارشون رو عرضه بکنن.
شهاب‌الدین سهروردی جز افراد معدودی هست که سعی کرده که به طرف مردم بره، مثل مولوینا، مثلا توی مدرسه خانقاه جایی با مردم در تماس باشه، ولی در نهایت امر افتاد تو اون تله که فکر کرد که با پسر صلاح‌الدین ایوبی از طریق اون بتوانه فکرش نشر بده که مقتول شد در 36 سالگی. خب من فکر کردم که این که آیا روشنفکر باید به طرف قدرت رسمی بره که فکر خودش منتشر کنه، یا به وسیله یا میتواند به وسیله مردم حرفای خودش تثبیت کنه، این نمایشنامه نوشته شد و اونها گفتن که ما خودمان راجع به این شهاب‌الدین مطلب بنویسیم، شما لازم است بنویسید، شماها که وارد به این قضیه نیستید. مثلا یه چنین جوابایی از طرف سانسور داده شد. به هر حال این کتاب هم همینجوری مانده هنوز، این اواخر چاپ شد. به هر حال من وقتی رمان‌ها رو شروع کردم بنوشتن، دست از کار شعر تقریبا باز داشته بودم، به این معنا که شعر برای بیان یک جامعه ملتهب در هم ریخته که انواع صداهای اعتراضی درش انعکاس داشت مناسب تر می‌دیدم تا اینکه، و سعی کردم که بیشتر به رمان توجه کنم. شعر برای این قضیه شاید اونقدر ظرفیت نداشت. مدتی این رمان ها ادامه پیدا کرد. در کنار این یه فکری به ذهن من رسید که اگر شعرهای بلندی ما بگیم به صورت منظومه که در واقع یک ماجرایی رو داره شرح میده، بشه این وظیفه رمان تو شعر هم انعکاس داد. و اون موقع بسیاری از شعرها بدونی که با همدیگه اصلا ارتباط داشته باشن و این مسئله مطرح کرده باشن، شعرهای معروف اون دوره به منظومه سرایی رو آوردن. شاملو رو آورد، بعد اخوان، آتشی، حقوقی، سپانلو، مختاری. من در واقع جز اولین کسانی بودم که به این فکر رسیده بودم که شعرهای منظومه ها میتواند شعر بلند مثلا 30 صفحه 50 صفحه که در واقع یک فضایی رو بسازه که در اون صداهای مختلف بتوانه انعکاسش بشه، مسائل مختلف بتوانه بررسی بشه، از زوایای مختلف دیده بشه و یک کلیتی تو اون قضیه روشن بشه برای مخاطب. مثلا بربام بم جز اولین منظومه های من بود، بعدها میهن اندوه یا سفرهای ملاح رویا در حدود دهتایی هستن که این اواخر اینا رو حالا با صدای خودم خواندم که یه روزی منتشر بشن، که در این منظومه ها من سعی کردم که وضعیت شاعر در مواجهه با خود، با دیگران، با مردم، با جهان و با هستی مطرح کنم و بعضی از اینا شکل بومی داره، مثل سفرهای ملاح رویا یا بربام بم که شکل ایرانی داره، یه جایی هم شعرهایی هم هست که شکل جهانی داره و در واقع به مسائل جهانی بیشتر تو این منظومه ها پرداخته شده. ولی در همه اینها شاعر به کشف جهان و به کشف هستی میپردازه و با نگاه گستاخی که جستجوگر هست داره مسائل عصر خودش میخواد مطرح بکنه، البته در رسانه شعر و با ظرفیت‌های شعر. و منظومه فقط خطر اینه داره که گاهی به روایتگری و نقالی بیفته و از شعریت خودش دور بشه، و مهمترین وظیفه‌ای که ما داشتیم این بود که این بتوانه در سطر خودش پر از تصویر و پر از زیباشناسی شعر باشه، به ورطه روایتگری نیفته. و خب حضور این منظومه ها در بین شعرهای مطرح اون دوره نشان میده که تقریبا همه ماها به یک فکر مشترکی رسیده بودیم که دیگه دوره این که شاعر یه چیزی بگه، بیان مافی الضمیر کنه و به دیگری به خود منتقل بکنه، این دوره گذشته. تو باید با دیگران سخن بگی و سخن دیگران در شعر خودت انعکاس بدی و در یک دیالوگ کلی با مردم و با
مخاطبان هست که شعر شکل میگیره، نه این که تو بری انگار بالای یک بلندی ایستادی و خطاب به مردم یه حرفایی میزنی. این چیزی بود که قبل از این وجود داشت، ولی بعد از دهه 60 در واقع شکل شعر مخصوصا در شعرهای منظومه ها و شعرهای بلند عوض شد و در واقع ما میدیدیم و دیده میشدیم، میگفتیم و پاسخ میشنیدیم و اینها رو توی شعر انعکاس میدادیم و یک مجموعی از یک دیالوگ جمعی رو تو شعر عرضه کردیم. ولی خب اینا یه مقدار تحت تاثیر رمان بود، در اینکه در رمان هست که این قضیه شکل میگیره که رمان نویس خودش میذاره، یعنی عقاید خودش تحمیل نمیکنه، بلکه از طریق راوی صداهای مختلف و جهانهای مختلف که گاهی در با هم موافقن گاهی مخالفن روبروی هم دیگه قرار میده و از مجموعی اینا اجازه میده که مخاطب راه حلش خودش پیدا کنه. در واقع با طرح سوالهای اساسی در رمان که راجب زندگی بشری هست و موقعیت بشری هست، این امکان به مخاطب داده میشه که مخاطب تصمیم نهایی رو بگیره. پاسخ دادن به مشکلات یک عصر در بر عهده هنرمند نیست. هنرمند سوالهای اساسی رو مطرح میکنه، پاسخ جامعه شناسان، حکومت ها، سازمان ها، نهادها، اینا بعد اون پاسخ ها رو بدن. به هر حال تغییراتی تو ادبیات پیدا شده بود که ما خیلی آگاهانه و با علاقه داشتیم از انزوای خودمان به این جامعه نگاه میکردیم و سعی میکردیم مسائل اصلی این جامعه رو درک کنیم و توی کارهای خودمان منعکس کنیم. بنابراین رمان نویسی برای من در واقع فقط مسئله هنرنمایی یا این که مثلا نوشتن یک کتاب یا یک چیزی که باعث شهرت میشه و باعث درآمدی میشه اینا به این صورت نبوده، بلکه ما حرفایی داشتیم که این حرفا رو بعد با مردم در میان میذاشتیم و این مخاطبان بودن که با واکنش‌های خودشان به ما میگفتن که چقدر شما درست میگید یا به خطا رفتید و ما سعی میکنیم در این بازخوردها خودمون اصلاح کنیم و اون چیزایی که غلط هست در واقع دیگه گردش نگردیم و طبیعتاً باعث رشد مداوم اینها میشد. از سال 44 که من اولین کتاب به چاپ کردم یه دوره‌ای برای من آغاز شد که در این دوره من بیشتر با یک نگاه جوان و احساساتی نسبت به مسائل پیرامون خودم نگاه میکردم. در واقع این دوره اولیست که هر شاعری از اون بعد بگذره. نگاه شیفتوار نسبت به خود، نسبت به پیرامون و رمانتیک و احساساتی نگریستن به جهان و طرح مسائلی که براش اهمیت پیدا کرده، مثل عشق، مرگ. و اون موقع چون برادر من از دست رفته بود، مرگ برای من مسئله اساسی بود و در اولین کتاب من عشق و مرگ دو تا مسئله مهم هستن که تو این کتاب مطرح شدن. و منتقدی نوشته بود که مجابی از مرگ به طرف زندگی حرکت کرده تو شعرش و این حرف درستیه. در واقع یک وقتی بود که مرگ ستایی و مرگ اندیشی در جامعه ما رواج داشت. از این طرف جنگ بود و انقلاب بود و این همه کشته و این همه آدم نابود شده و منهدم شده. خب این مسئله مرگ برای ما مسئله جدی میکرد از یه طرف. بعد مسئله بعدی این بود که اصلا ما سنت مرده پرستی داریم و هر آدم متفکری بایستی خودش تا هر چه زودتر خودش از این ورطه مرگندیشی رها کنه. مرده پرستی، پیر پرستی، نوستالژی گذشته، گذشته گرایی، اینا چیزای وحشتناکی است که ملت‌های پیر بهش مبتلا هستند و به راحتی هم نمی‌تونن ازش عبور کنن. این به معنی نیست که ما به گذشته بی‌توجه باشیم. گذشته مهمه و ما باید آگاه باشیم. اما دیگه ستایش مداوم گذشته ما را از زندگی اکنون و نگاه به آینده دور می‌کنه. ما در این حالی که باید گذشته خیلی خوب بشناسیم و
مسائل و بخش‌های مهمش بهش اهمیت بدیم، باید این خرج زندگی اکنون بکنیم که راه رو برای گذرندگان هموار کنیم و اینکه حرکت کنیم به طرف آینده‌ای که بهبود و بهروزی درش هست. اینی که ما منجمد بشید در گذشته، این باعث شده که مرگ‌اندیشی توی ایران یک مشکل اساسی باشه و منم از این مصیبت به دور نبودم. مولوی میگه که طایر باغ جنان بودیم ما، مرغ مرگ‌اندیش گشتیم از شما. گاهی شرایط اجتماعی باعث میشه که آدمیزاد این مرگ‌اندیشی که داره این تشدید بشه و خوشبختانه در همون سالهای 60 به بعد، چند سال که گذشت، ما یک از این انزوای وحشتناک ترسناکی که همه ما بیم جان داشتیم که بر اثر یه اشتباهی یا سوء تفاهمی از بین بریم و همیشه هم این خطر وجود داشته، اندکی رها شدیم و فکر کردیم که با جمع ادبی خودمان در ارتباط باشیم. اون موقع سه تا گروه ادبی وجود داشتن. یکی گروه گلشیری و دوستاش بودن که اینا روزای پنجشنبه دور هم جمع میشدن به نام گروه پنجشنبه، که پنجشنبه دور هم جمع میشن داستان میخواندن و تحلیل میکردن که بعدا تبدیل شد به کلاس های اینا. یکی گروهی بود که ما تشکیل دادیم، گروه سه‌شنبه، که من این مفصل تاریخش نوشتم توی خاطرات نسل آخر، که در گروه سه‌شنبه فقط بیشتر شعرا بودن و یکی دو تا داستان نویس، من بودم، مختاری بود، اشکیوری بود، اینها. ما هر سه‌شنبه دور هم جمع می‌شدیم و مسائل ادبی رو مطرح می‌کردیم و این دو تا فایده داشت. یکی این که ما از انزوایی که در اون انزوا خطر خودشیفتگی و خودبینی وجود داره و یا یه نوع یأس و اینا به در می آمدیم، و از طرف دیگه با گفتگو کردن با دیگران به راه‌حل‌های تازه می رسیدیم و بیش از همه ظرفیت نقدپذیری خودمون ارتقا می دادیم. یعنی اون ضریب پذیرش نظر دیگران ما بالا بردیم توی خودمون. یعنی ما توی 10 سالی که توی این گروه سه‌شنبه فعالیت داشتیم و هر هفته تشکیل می شد بدون تعطیل و مسائل ادبی مطرح میشد و هر کسی آثارش میخوان و نقدهای شفاهی میشد، در اونجا ما یاد گرفتیم که ما حرف آخر نمیزنیم، ما حرفی داریم، دیگری هم حرفی داره در برابر ما و باید کار ما نقد بشه، کار ما وحی منزل نیست. و این چیزی که آدم فکر کنه که این حرفی که من زدم دیگه حرف عالی هست و نمیدونم بعد دیگران گوش بدن، این کم کم این توهم در همه ما فرو ریخت و ما یاد گرفتیم که چگونه از مونولوگ به طرف دیالوگ بریم، گفتگو برای ما مطرح باشه و پذیرش عقاید دیگران و نقد دیگران رو برای خودمان ضروری و الزام‌آور بدانیم. حتی این دستاورد مهمی بود که اون جلسه به ما داد. تا حدود 10 نفر بودیم که دور هم دیگه جمع می‌شدیم و هر بار توی خانه یک کسی تشکیل می‌شد و البته شاید مهمترین آدمی که توی، یعنی مؤثرترین آدم ها، یکیش مثلا مختاری بود که خب هم بیشتر یک نظریه پرداز ادبی بود، هم شاعر خیلی خوبی بود و من خیلی قصه‌دار شدم که یک استعداد فوق‌العاده ادبی از بین رفته و تو فیلمی که براش ساخته بودن من صحبت کردم، گفتم من به کارهای سیاسی اون احترام میذارم ولی اون چیزی که برای من مهمه توی مختاری این است که این شاعر روبرشت با تحول فراوان و نظریه پرداز ادبی و نگاه دقیق به نوآوری متکی بر سنت ادبی ایران و جهان داره. و این حالا به هر حال یک گروه دیگه هم وجود داشت که اونم پنجشنبه ها تشکیل میشد، ماهی یک بار، منزل براهنی بود که اون دیگه خیلی عمومی بود. یعنی ما تو گروه سه‌شنبه و گروه پنجشنبه گلچیری آدم معینی بودن و بیشتر هم حرفه‌ای ها بودن
و مسائل حرفه‌ای ادبیات باشه. ولی توی گروه براهنی 30-40 نفر می آمدن، توشون موزیسین بود، آوازخوان، نقاش، شاعر، نویسنده، اهل ذوق، مترجم، و اونم تجربه‌ای بود. به هر حال برمیگردم به شعر، که شعر من در آغاز بیشتر حسب حال فردی بود و واکنش های یک جوان احساساتی راجع به مرگ و عشق. بعد در کتاب دوم من در واقع به یک نوع تعهد اجتماعی شعرها را هدایت کردم. یعنی اون موقع رسم این بود که ما به عنوان یک فرد در قبال جامعه خودمان تعهدی داریم و ادبیات باید این تعهد را نشان بده. مبارزه با استبداد، مبارزه با استعمار، بهبود زندگی مردم، نگاه به زندگی فرودستان، تخطئه زندگی فرادستان، این چیزی بود که تو ادبیات دهه 40 مرسوم بود و ناگزیر یک نوع زبان ستیز در بین شاعران در جریان بود که ما هم از این مصیبت بی نصیب نمانیم و ما هم ستیز خوب و پرخاشگر شدیم مثل به وضعیت موجودی که وضعیت فکر میکردیم که این وضعیت بدترین شکل قضیه است. برای من کتاب های دوم و سوم من که قبل از 57 چاپ شده بیشتر تو این فضای مبارزاتی و تعهد اجتماعی و عدالت گرایی و انسان دوستی و تو این فضاها بیشتر مضموناش میچرخه. اندکی هم البته تاریخ و اسطوره و رؤیا و اینام تو این شعرها جریان داشت ولی در حد اقل بود. بعدها اینا پررنگ شد ولی در اون دوره کمتر به چشم بخورد. وقتی که انقلاب شد و ما در واقع چیزی که سالها آرزوش کرده بودیم و جلو چشم ما دیدیم و بعد تحولاتی که تو این قضایا پیش آمد، در من یه نوع دلزدگی نسبت به این نوع زبان ستیز و این نوع زبان پرخاشگر و یک نوع نگاه دشمنانه نسبت به دیگران فروکش کرد و من فکر کردم که بهتر یه مدل شعر نگم و بذارم که خشم و خروش من فرو بشینه و با نگاه عادی‌تر و درست‌تری به جهان نگاه کنم. این شعری که پر از تفنگ و باروت و انهدام و توهین و پرخاش است، اینا چیزی است که شاید هم به ما تحمیل شده بود. به هر حال زمانه گاهی چنین الزاماتی فراهم میکنه. مدلی اشعار گفتن سرفرازی کردن به این دلیل بود که اصلا رمان رو آوردم و سالها بعد شاید 5-6 سال گذشت که دوباره من برگردم به شعر و اولین شعری که ساختم منظومه بربام بن بود که در واقع نوعی ساختن و ویران شدن با هم دیگه مطرح میکرد. توی این شعر، یک حالت دراماتیک داره و صداهای مختلف توش هست و به یک مسئله از زوایای مختلف مثل نقاشی کوبیستی از زوایای مختلف بهش پرداخته میشه و یه نوع کمپوزیسیون چند لایه‌ای داره. این شعرها ادامه پیدا کرد تا اینکه از دهه 70-80 که گذشتیم به تدریج من به یک نوع شعر زندگی نامه‌ای رسیدم، به این معنا که شعر درسته که توصیف وقایع پیرامونی هست یا درگیری هست با مسائل پیرامونی و جهانی یا بومی، اما در این حال تو به عنوان شاعر چگونه نگاه میکنی به جهان. و اون موقع من یادمه که با آلن لنس که رئیس کانون شعرهای فرانسه بود رفته بودیم پیش شاملو و اونجا من این مسئله مطرح کردم که به گمان من دو نوع شاعر وجود دارن، یه شاعری که روبروی جهان ایستاده و جهان توصیف میکنه یا واکنش نشان میده یا شرح میده یا حس خودش میگه، این یه نوع شاعره. یک شاعر دیگه است که خودش اینقدر با اندیشه ها و تخیل
و رؤیاها و دانسته ها و تجربه های زیستی غنی کرده که در واقع یک به یک نوع شفافیت رسیده و جهان ازش عبور میکنه. به جای اینکه این در برابر جهان بیسته و جهان توصیف کنه، جهان خودش در این آدم انعکاس میده، مثل مولوی، مثل حافظ. حالا مثلا فردوسی اینجا نیست، فردوسی یک جهانی رو توصیف میکنه، رویاروی جهانی است، ولی مولوی اصلا نمیخواد شعر بگه، اصلا خودش گفته که من از شعر بدم میاد، ولی این اونقدر مثل بلور شفاف شده که جهان از توی این بلور مثل یک نور عبور میکنه و رنگهای درخشانی پدید میاره. این یه نوع دیگه است از شاعری. و من فکر کردم که وقتی که تو 30 سال 40 سال شعر گفتی، ناگزیر باید به این شفافیت برسی که دیگه نه برای هنرنمایی شعر بگی، نه برای بیان احساسات شعر بگی، نه برای توصیف هستی شعر بگی، نه برای توجیه قضایای جاری شعر بگی، بلکه تو باید یک محملی باشی، یک ظرفی باشی که در این ظرف یک نوری حرکت میکنه و تو انعکاسنده اون نور هستی. که حالا تعبیرهای مختلفی آدم ها کردن، ولی نگاه من این بود. حالا هم شاملو گفت که این حرف به نظر من درسته، گفتم مثلا خود شاملو هم تا حدی از همین آدم ها بود، برای اینکه گاهی شعرها تو خواب بهش گفته میشد و اصلا در زندگی روزمره به فکر گفتن شعر نبود، یه دفعه شعر بهش هجوم می آورد و اینه در خودش می گرفت و در واقع نویسنده میشد به واسطه شاعر. و من فکر کردم که بایستی ما به این حد برسیم. و چون تقریبا هر روز شعر می نوشتم مثلا بوده 30 سال 40 سال، این که این دیگه اصلا شعر جزء ساختار ذهنی من شد، کمپوزیسیون شعر رفته تو ترکیب بندی ذهن من و یکی شده بود. این شعرهای زندگی نامه‌ای شروع شد که بس رو بلند می شدم و دیگه نمی رسم جلوی کامپیوتر می شستم، نمی رسم چی دارم میگم، میخوام قصه بنویسم و شعر بنویسم. و کلمات که می آمدن می گفت من امروز میخوام یه شعری هست داره میاد و اون شعر من می نوشتم و هیچ قبلا راجبش فکر نکرده بودم و اون شعر ساخته شده در ذهن، از نیاگاه می آمد به طرف خودآگاه من. در واقع ساختار شعرم به نظر من اینطوری است که شعر و رمان و هر اثر هنری و ادبی در نیاگاه یا ناخودآگاه آدم ساخته میشه، پرورده میشه، شکل نهایی پیدا میکنه، بعد اعلام حضور میکنه، میگه من بنویس، من بساز، این فیلم بساز، این موسیقی بگو. و این ساده ترین کار است برای اون هنرمند، برای اینکه دیگه بهش داده میشه با عنوان یه موهبت، هدیه بهش داده میشه. یعنی این تصوری که قدیمی هم داشتن زیاد بیرد نبود که الهام میشه، قضیه الهام نیست، قضیه ساختار مغزه. مغز تو یه بخش آگاه داره که تو باهاش زندگی روزانه میگذرونی، یه بخش نیاگاه داره که کل هویت و حیثیت آدم اونجاست و تمام اون مشخصات اصلی آدمیزاد از اونجا نشأت میگیره و اثر هنری هم اونجا ساخته برداخته میشه. و این من چون بارها تجربه کردم میتونم در واقع با یه یقینی بگم که چنین چیزی وجود داره. یعنی من از دیگه با دهمین رمانی که نوشتم دیگه خسته شدم، گفتم دیگه حالا بس، دیگه 10 تا رمان نوشتم، این جامعه هم که نه کتاب میخواد نه به کتاب توجه میکنه، حالا دیگه تو هم یه مقدار وظیفه خودت انجام داری. بعد یک شب با سردرد از خواب بیدار شدم، هیچ وقت من بیخواب نمیشم یا سردردی نمیگیرم، ولی برام تعجب بود، هر کاری کردم خودم ببرم نبرد. بعد گفتم برم تو کتابخانه بشینم کامپیوتر روشن کنم یه چیزایی بنویسم این سردرد اندکی کاهش پیدا کنم. رفتم یه چیزایی شروع کردم بنوشتم، سردردم آرام پیدا کرد، بعد گرفتم خوابیدم. فردا صبح برشم یه 7-8 صفحه که نوشته بودم دیدم این یه فصل یه رمانه، یعنی اون رمان تمام شده بود تو نیاگاه. بعد با اون سردرد اعلام کرد که خود تو چرا به فکر من نیستی، تو باید بنویسی، نه تو حق نداری ننویسی. چون در واقع اثر هنری
یعنی کسی که به کار هنری میکنه روی اجبار اون کار میکنه، اینجوری نیست که با اراده و اختیار کار کنه. تو مپندار که من شعر به خود میگویم، شعر بر اون شخص حادث میشه، آوار میشه تو ذهن اون. این ذهن طوری است که نمیتوانه شعر نگه، فیلم نسازه، موسیقی نسازه، رمان نسازه، دیوانه میشه. این باید بنویسه. وقتی مینویسه اون انرژی محبوس ذهنی رها میشه و این آرامش پیدا میکنه. و غالب آدم ها در آستانه آفرینشگری دچار یک نوع بستگی میشن و انقباض روحی میشن و معلومه که این زایمان میخواد انجام بگیره و این چیز کنه. وگرنه اگر ما ناگزیر از شعر نبودیم، مگه میشه که آدم 60 سال شعر بگه؟ نه سودی داره این، نه زیانی داره، نه فایدهی برای کسی داره، نه ممکنه حتی کسی توجه کنه. و تو داری میگی، حالا اسمت فردوسیه، اسمت نظامی گنجویه، اسمت شاملوه، فرق نمی کنه. این اجبار درونی هست که هنرمنده به یک، چون در بین کارهای جهان هر کاری با سود زیان سنجیده میشه. هر کسی میگه من این کار بکنم سودش چیه زیانش چیه. تنها چیزی که سود زیان درش جایی نداره هنر و ادبیاته. برای اینکه هنر و ادبیات، شما مثلا موسیقی میسازید، سمفونی میسازید، همین سمفونی اصلا ممکنه شنیده نشه، اصلا اجرا نشه. مثلا آقای دهلوی مثلا 20 سال نگه داری یه کار سمفونی که دیگه اصلا فایده نشه باشه. قدیمی ها نمی‌نرسن، مولوی میگه فارغ از سودم و زیان، چو عدم طرفه بی سود و بی زیان که منم. اصلا به محض اینکه سود و زیان تو کار هنرمند بیاد، کارش تمامه، تبدیل به بقال میشه. نه اینکه بقالا بد باشن، بقالات حرفه خیلی خوبی هستن، ولی به سود و زیان فکر میکنن. تو نمیتوانی از شعر خودت، از موسیقی خودت، از فیلم خودت انتظار جز پذیرفته شدن به وسیله فکرهای عالی داشته باشی. نه اینکه چقدر پول میاد، گیشه چیه، از این پرتبلهایی که این روزا رایج است. بنابراین به گمان من شعر امر غیر ارادی است، مثل موسیقی، مثل نقاشی، و این امر ناگزیر از انباشت حسیات، تجربه های زیستی، دانشی که آدم آموخته، معلومات، سفرها، گفتگو با آدمها، از اینا جمع میشه و یه چیزی ساخته میشه در نیاگاه و اون تبدیل به اثر هنری میشه برای هر کسی متفاوته. اگر آدم اینجوری به هنر نگاه کنه، بعد دیگه از این هنر نه شهرت میخواد، نه ثروت میخواد، نه خودنمایی میخواد، نه صنعتگری میخواد. بعد میدانه که اگر با بی صداقتی و عدم صمیمیت و هر نوع گرایش های غیر هنری به هنر خودش توجه کنه، در واقع به زودی شاهد مرگ خودش خواهد بود، برای اینکه اون سرچشمه خواهد خشکید. تو تا موقعی که هنر به خاطر عالی ترین محصول ذهن انسانی تولید میکنی، اون هنر ارزش داره. به بحثی که اونه بخوای با یه چیزی بسنجی، در واقع به تنزل اون کمک کردی. من در واقع دیگه از 20 سال پیش تا حالا هیچ وقت به هیچ شعری قبلا نیندیشیدم، جز شاید موارد معدود استثناست، ولی بیشتر شعر خودم در آماده کردم، از دنیا بریدم و جلوی مونیتور نشستم و منتظر بودم که ذهن من بگه که من چه چیزی باید بنویسم. حالا گاهی تبدیل به قصه و رمان و میشه یا شعر، ولی برای مقاله اینجوریه. مقاله قبلا فکر میکنم، مطالبش آماده میکنم، منابعش مطالعه میکنم، با اطرافیان در میان میذارم، موضوع رو بررسی میکنم و بعد با یک فکر سنجیده اون مقاله رو می‌نویسم، برای اینکه اون مقاله بعد تأثیر بذاره رو دیگری و دیگری رو وادار به یک نوع فکری بکنه. اون مکانیزمش متفاوته. حالا اینجا به یک چیز دیگه من اشاره کنم و رچم. من در واقع به ذهن خود به صورت یک جایی که یه فضایی که یه مقداری جعبه های یه مکعب های شیشه‌ای توش وجود داره نگاه می‌کنم. توی یکی از این باکس ها
شعر توی یکی از این باکس داستان، یکیش مقاله است، یکیش نقاشی، یکیش نقد، اینجوری این. و اینا چون شیشه ای هستن گاهی رو همدیگه تاثیر میذارن. مثلا اون چیزی که من راجع به نقاشی نوشتم، نگاهی که به نقاشان اصل خود داشتم، این تو قصه های منم گاهی خوش نشان داده، تو تصویر سازی من نشان داده، یا تو شعرهای من انعکاس پیدا کرده، یا شعر من رو شاعرانگی رمان هام تاثیر گذاشته، یا زبان ورزی که تو شعر در واقع خیلی اهمیت داره توی رمان های من تاثیر گذاشته. مثلا بعد رمان مومیایی بر اساس یک نوع زبان ورزی نوشتم، یعنی سعی کردم با یک نثر مثلا نزدیک به قرن پنجم ششم، مثلا بیهقی و این قضايا، یه دفعه یه رمان بنویسم. و بعضی ها یکی دو جعبه بیشتر ندارن، بعضی ها جعبه های متعددن. در مورد من فقط یه جعبه است، اونم نوشتنه، اما این نوشتن در فرم های مختلف گفته میشه. گاهی مثلا یه عده از من میپرسن که تو چرا به انواع کارها پرداختی، چرا مثلا در این حالی که مثلا شعر میگی به نقاشی هم توجه کردی، نقد نقاشی نوشتی مثلا 50 سال، یا چرا مثلا نقاشی میکنی، یا چرا راجع به تئاتر مثلا صحبت میکنی، یا چرا راجع به فیلم نوشتی؟ من میگم خب من به عنوان یک موجود دارم به دلیل کنجکاوی فراوان خودم نسبت به جهان سعی میکنم چیزی یاد بگیرم، چون چیزی که یاد میگیرم در حد خودم دوست دارم که اینو با دیگران در میان بذارم، حالا ممکنه درست باشه یا غلط باشه، اصلا مهم نیست که ما بهترین و عالی‌ترین حرف رو بزنیم، نه، ما باید حرف خودمون رو درست بزنیم، همین کافیه. البته خب بعضی از کارام بوده که من ناگزیر شدم، مثلا وقتی که دیگه من به دلیلی که هیچ شغلی نداشتم و فقط یه حقوق بازنشستگی بود و حتی زن من کار میکرد، خیاطی میکرد و بخش درآمد زندگی ما تامین میکرد، باز هم ما دوچار اون عسرتی بودیم که همه هنرمندان بودن. من نمیخوام بگم این فقط مشکل من بوده، نه، بقیه شیر خوش برای بچه‌شون نداشتن. خب من فکر کردم که رفتم با یه ناشری صحبت کردم که من میخوام تاریخ طنز ایران بنویسم و تو یه قراری باش منعقد کردم که مثلا سالی حالا ماهی یه پول مختصری 40,000 تومان مثلا به من بده، من این کتاب برای تو بنویسم. و اون شروع کرد به دادن، بعد مثلا نوشتم تا یه جایی، بعد یارو گفت پس کی تمام میشه، گفتم این ادامه داره دیگه، قطع کرد. بعد رفتم یه خانم میرمادی بود که خب یادش گرامی نشر هنر ایران داشت و اون کتاب پیشگامان من چاپ کرد، اون گفت که تو بیا به نقاشی ایران این همه سال کار کردی، بیاد اینا رو خب کتاب بکن، تاریخ این دوره بنویس. بعد قرار گذاشتم که مثلا ماهانه مبلغ من بده، اگه اونا نبود خب البته من یه مقدار تابلوام که با عشق جمع کرده بودم و اصلا با جزء زندگیم بود ناگزیر فروختم. حالا مثلا خانم بهبانی میگه من اجرام فروختم، حالا هر کسی حقوق و یه مقدار فروش تابلوها و اینا. و همین کاری که مثلا راجع به تاریخ نقاشی ایران من بنویسم و پولی که با اون خانم تا آخرین مرحله در واقع ایستادگی کرد و این کار با هم دیگه پیش بردیم، یکی از اونها با خیلی کیفیت عالی چاپ کرد و پیشگامان هنر نوین ایران، که من رفتم با 10 تا استاد درجه یک و آغازگر نقاشی صحبت کردم که بعدها همشان از بین رفتن متاسفانه. و اون اگر من اون صحبت ها نکرده بودم اصلا بخش از تاریخ ایران نه فقط بقیه خبر داشتن، خود منم خبر داشتم. مثلا رفتم یکتایی و اسفندیاری و جلیل ضیاءپور و اینا که در واقع اون موقع زنده بودن، به زحمت با اینا صحبت کردم و اینا حاضر نمیشدن، میگونن شما که این هیچ وقت منتشر نمیکنید، ولی در بهترین کیفیت هم اینا چیزه. با 10 تا آدم صحبت کردم و اون آغاز نوشتن کتابای بعدی نقاشی بود. یه مقدارم الزامات اینجوری بوده، وگرنه واقعا من ترجیح میدم که یه آدم دیگه ای تاریخ نقاشی رو بنویسه و بهتر از من بنویسه، که تا حالا نشده. ولی اصلا کار یک نفر دو نفر نیست، بعد یک سازمان بزرگ فرهنگی بیاد
ده ها کارشناس و نویسنده در اختیار بگیره و اینا بیان. تاریخ یک دوره است، صدها نفر تو این نقاشی و مجسمه‌سازی شاهکار آفریدن. همه اینا باید به دقت مطالعه بشه، منابع جمع‌آوری بشه و به یه جایی برسه. تازه ممکنه که آغاز کار باشه. این که یه نفر بیاد یه کاری بکنه متأسفانه مشکلی است که ما داریم و من شوربختانه به این نتیجه رسیدم که تو یک کاری نکنی چه بسا دیگری هم اون کار نکنه و اون کار زمین بمانه. تمام کارهای مهم آدم ها به تنهایی انجام ده. خدا به تنهایی لغتنامه‌اش نوشته، بعدا انتخاب ادعا بودن به کمکش یا کسان دیگه. شامرو کتاب کوچه رو به تنهایی انجام داده، یا انجوی فرهنگ مردم به تنهایی انجام داده. این به تنهایی انجام دادن بده، یک چیز غلطیه. بایستی یک گروهی باشه، یه جمعی، یه سازمانی. ولی چون ما یا عادت به کار گروهی نداریم یا این که غالبا قدرت دست دولت هست و دولت ها اگر بخوان یک کاری هم بکنن سهم خودشون توی قضیه طلب میکنن، هیچ وقت کار جمعی پیش نمیره و ناگزیر زحمت ما چندین برابر میشه. حالا مثلا من از شانسی که داشتم این بود که من تقریبا از سال 37 به بعد اون چه سند و مدرک راجع به نقاشی بود جمع‌آوری کرده بودم و داشتم، و وقتی که من خواستم این تاریخ بنویسم به هر جا مراجعه کردم منابعی در اختیار نبود، خیلی کم بود، یه مش گفتگوهای پراکنده و نامرتبط. و اگر دیده ها و دانسته ها و اون مدارک نبود، خب بخشی از کار متوقف می‌ماند. گفتم ای دل چه مه است این دل، اشارت می‌کرد که نه اندازه توستین، بگذر هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است، گفت این غیر فرشته است و بشر، هیچ مگو. گفتم این چیست، بگو زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چون این زیر و زبر، هیچ مگو. ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال، خیز از این خانه برو، رخت ببر، هیچ مگو.